اولین سالگرد شهادت دکتر حسین فاطمی رسیدیم. دکتر حسین فاطمی از مبارزان ملی و از یاران نزدیک زنده یاد رهبر کبیر ملی ایران در جنبش ملی شدن نفت بودند و میشه گفت رادیکال ترین چهره که به عبور از سلطنت نهایتا و حکمرانی فردی اعتقاد داشت دکتر حسین فاطمی بود. و دکتر حسین فاطمی رو علارغم اینکه جمهوری خواهی در ایران یک پیشینه شاید 177 ساله 170 ساله داره، در احزابی دیگر در تاریخ ایران رو که رصد میکنیم وجود داره، ولی چهره برجسته‌ای که میشه گفت یک نقطه چین بزرگی رو میگذارد برای اینکه جامعه ایران علامت خودش رو بر مسیر راه خودش رو به سمت جمهوری خواهی و نشون بده، میشه گفت دکتر حسین فاطمی نیروی برجسته و چهره برجسته این مسیر جمهوری خواهی ملت ایران. ما در انقلاب 57 دچار یک سکته شدیم و این جمهوری خواهی که به دنبالش بودیم تبدیل به جمهوری اسلامی شد و دوره سیاهی از تاریخ ایران رو رقم زد. علارغم اینکه جمهوری اسلامی به قول مرحوم آیت الله منتظری میشه گفت روح شاه رو روی حکومت شاه رو سفید کرده بود با اقداماتی که کرده، و الان وقتی در ترازو و توازن تاریخ ما میذاریم میبینیم که خب جمهوری اسلامی به مراتب بدتر عمل کرده، اما اون رژیم هم بد عمل میکرد و بد عمل کرد. بنابراین ما وقتی نظام سلطنتی رو کنار گذاشتیم و دیگر الان موجودیت قانونی و تاریخی و موجودیت حقوقی ندارد، بنابراین فقط ما رصدش را شاید بتوانیم نزدیکترین چیز به خودآگاه تاریخی ما مثلا همین دوره سلطنت شاه باشه، اما به نظر میاد که جامعه مدنی ایران و جامعه ایران و نیروهای جمهوری خواهش به قدری گستره کمی و کیفی و به یک بلوغ فکری و سیاسی رسیدن، در عین تفرقی هم که وجود داره اما به لحاظ کمیت در یک اکثریت بزرگی قرار دارن، و این خودش نقطه امیدواریه که جامعه ایران برای همیشه بتواند همینجوری که به هر حال با رژیم سلطنتی مطلقه پهلوی ها خداحافظی کرد، بتواند از جمهوری اسلامی که فقط نامی از جمهوری ازش باقی مونده و ما بریم بتوانیم در یک مقطعی به سمت در یک گذار مسالمت آمیز خشونت پرهیز و با مبارزات مدنی بتوانیم به یک جمهوری ملی سکورار و مردمی دست پیدا بکنیم. این صحبت کوتاه فقط در راستای اشک گذاشتن به خدمات شهید بزرگوار دکتر حسین فاطمی بود.